اون اول که سی پی آی اینتل اومد، خب همه در مورد این صحبت کردیم که وای چقدر خفنه اینا، چقدر خوبه، چقدر دوست داشتنیه، چقدر آدم دوست داره همه رو بخره. بعد همه این صحبت ها رو کردیم، همه دنبال این بودیم که ببینیم خب چقدر خوب و فلان و اینا، ولی تهش الان دارم به نتایج دیگه میرسم. نتایج خوبی هم ببین در موردش صحبت. من خودم از توی لپتاپی که بررسی کردم و حالا چیزایی که از اطرافم و حالا تو توییتر و ردیت و فلان دارم در مورد لپتاپ‌های جدید اینتلی می‌بینم، اینه که قضیه داغ شدنه نه تنها بهتر نشده، حتی توی یه سری سطح‌های بدتر هم شده. اینکه چرا این اتفاق افتاده می‌خوام در موردش صحبت کنیم، اما قبل اینکه من سراغ برنامه ازتون می‌خوام که اگر که هنوز کانال من رو سابسکرایب نکردید از این پایین سابسکرایب کنید، زنگ بغلش هم بزنید، اگر برنامه تو اینستاگرام می‌بینید از همین بالا دکمه فالو رو بزنید. این هویج هم دستم، به خاطر این هویج عزیز یه ایموجی هویج این پایین کامنت کنید، دمتون گرم. غیر از این به خاطر این دل این هویج این پایین پست دارید تو اینستاگرام می‌بینید، لایک و سیو کنید، تو یوتیوب لایک کنید به خاطر این هویج. لبخند به لباش برمیگرده اگه لایک کنید. حالا ما تا الان لپتاپ نسل 12 زیاد بررسی کردیم، از سایت‌های مختلف لپتاپ گرفتیم، مثل PV360، آداک، ITCT، مثلا پردیس راینو، حالا توی قضایای دیگه با هم همکاری داشتیم، چای همین طور، چای مارکت، همه اینا رو ما باشون کار داشتیم. و حالا لپتاپ‌ها اومدن، گروه بینش و کامنت داریم، نزدیک 3000 نفر تو تلگرام تو گروه بینش و کامنتن، اونجا در مورد صحبت می‌کنیم. و خب خیلی الان یعنی یک سری ها رفتن یه سری لپتاپ‌های خریدن، 3 ماه 4 ماه 5 ماه دارن استفاده می‌کنن این لپتاپ رو، و این لپتاپ رو دارن تو گروه مثلا بینش و کامنت در موردش صحبت میکنن. من تو ردیت مثلا میرم یه سری مطالب در موردش میخونم، اینا مثلا لژیون 5 پرو جدید، لژیون 5 پرو جدید، میگن لژیون نگید، لژیون یا لیژن، لژیون 5 پرو جدید مثلا با اینتل مثلا چه جوری بوده، آیا مشکلاتی داشته، نمیدونم اچ پی اومن جدید چه جوری بوده. من همه اینا داشتم میدیدم و خب حقیقت اینه که واقعا سی پی های جدید اینتل از لحاظ قدرت پردازشی خیلی قوی هن. یعنی لپتاپ با 6900HX و رایزن 9 6900HX و i7 نسل 12 به راحتی میتونه شکست بده و کم کم 10% قوی تر از بوده. حالا شاید توی سری تسکا اینجوری نباشه ها، ولی کم کم یه 10% قوی تر هست و خب 10% هم گرونتر هست تقریبا میشه گفت. و سر همین خب شاید خیلی ها بخوان انتخاب کنن یه لپتاپ بخرن، اصلا دیگه سراغ AMD نرن امسال، همونجوری که من قبلا هم گفتم، خب احتمالا کار درستیه. اما در صورتی کار درستیه که لپتاپی که داری میخری و بری بررسیاشو ببینی مشکلاتش چیه، آیا اون لپتاپ توانایی این رو داره که مثلا سی پی یو نسل 12 اینتل تحمل کنه یا نه. چون ما اینو توی دسکتاپ های نسل 12 دیدیم که انقدر حرارت تولید میکنه، انقدر این توان بالا نیاز داره، انقدر وات بالا نیاز داره، نیاز داره که یه سیستم کولینگی داشته باشه توی دسکتاپش که کم نیاره، ترمازراتالین نده، مشکل حرارتی نخوره، همه اینا وجود داره. توی لپتاپ ما گفتیم خب به هر حال معماری هیبریده دیگه، خب هیبرید دیزاین به این چیزا نیاز نداره احتمالاً. اما حقیقت اینه که واقعاً این هیبرید دیزاینه نتونسته اونجوری که باید بهش کمک کنه و توی لپتاپ‌های مشابه که آدم می‌بینه مثل زفیروس M16 و زفیروس G15، ببین این شاسی این لپتاپ کاملاً یکیه، سیستم کولینگش تقریباً میشه گفت یکیه با هم، ولی یکیشون اینتل یکیشون AMDه. کاملا درسته اونی که اینتلیه بهتر از AMD پرفورمنس میده، اما یه نکته رو در نظر داشته باشید. من زفیروس M16 بررسی کردم و توی سینه بنچ امتیازی که اون اول به من داد 16700 بود و واسه خیلی هم تا 17500 میرفت. خب اما زفیروس G15 ای که مثلا بخواید نگاه کنی تو سینه بنچ حدودا نهایت هم بخواد برسه به 13-14 هزار تا بیشتر نمیرسه، یعنی یه تفاوت خیلی بزرگی دارم با هم. اما وقتی که زفیروس G15 هم میذاری که طولانی تستش انجام بشه و کار انجام بشه باهاش، عدد نهایی و خروجیش تا 12 هزار هم میاد پایین.
این در حالی که روی AMD اصلا یه همچین اتفاقی نمیفته. چرا؟ چون که زفیروس M16 توانایی خنک کردن نسل 12 اینتل به اون صورتی که بخوایم بگیم خیلی خوب باشه نداره. و این قضیه باعث این میشه که من قبل از این که ببینم یکی میخواد لپتاپ بخره بهش بگم که AMD بخره یا اینتل بخره. ببین زفیروس M16 خریدن مشکلی نداره. لپتاپ های نازک دیگه خریدن مشکلی نداره. اما باید به این نکته دقت کنی که ببینی کار چیه. ببین مثلا زفیروس M16 واقعا باید صدای فنش باید فنش رو تا ته زیاد کنی. صدای فن میده در حد جت. موتور جت. مثلا دیوار صوتی میشکنه اینقدر صدای فنش زیاده. بعد خب اصلا نمیشه توی یک خونه اصلا اکثریت مردم خونه هاشون بزرگ نیست دیگه تر خونه مثلا مردم میانگین بخواه ببینی 120 متری خونه ها اکثریت مردم دیگه تر خونه هاشون اونقدر 200-300 متر خونه ندارن مردم که تو خونه 100 متری تو کار میکنی اونور اتاق بغلی هم اعضای خانواده نمیتونن بخوابن خیلی راحت دارم میگم یعنی زفیروس M16 دقیقا همچین حالتیه و کسی هم حالا در مورد این زیاد صحبت نمیکنه من دیدم جاش هست واقعا و باید در مورد این قضیه صحبت کرد اگر دنبال یه لپتاپی هستین که پرفورمنسش کمتره ها ولی پرفورمنسی که بهتون میده پرفورمنس ثابته ببین اینتل پرفورمنسی که بهت میده توی خیلی از لپتاپ ها نه تنها زفیروس M16 بلکه توی لپتاپ های سری ریزر بلید همینجوریه توی الیم ورای نازک اینجوریه دقیقاً حالا تا بررسیش من بخوام بکنم می‌خوره حالا زمان میبره ولی معمولاً اینتل نموداری که کار میکنه اینجوریه که اینجا بالای نمودار تو که نمودار مثلا داره فرکانس سی پی یوشه بعد اینجوری کار میکنه بعد یهو تا اینجا میاد پایین یعنی تا نصف ممکنه پرفورمنس دستگاهت بیاد پایین ولی خب AMD چه جوریه AMD میگه آقا من تا بالای بالا نمیبرم اینو توانم همینقدره من تا اینجا میبرم و چون لیتوگرافی 7 نانومتریه 6 نانومتریه چون چیپست هم و TSMC درست کرده داغ نمی کنم و این مثلا یه حالت اینجوری خیلی کم بیاد پایین بخواد تغییر کنه اگر دنبال همچین چیزی هستیم باید به این سراغ برید اما این وسط من یه پرانتز هم باز کنم اگر که دنبال این هستین که سیستم اینتلی بخرید دنبال سیستم های نازک نرید بهتره لپتاپ های نازک نرید بهتره من به نظرم اگر که قرار CPU H اینتلی بخرید یا برید سراغ لپتاپ های گیمینگ یا سراغ هیچ دیگه نرید کاملا جدی میگم ببین تاف من بررسی کردم تاف واقعا بی‌نظیر بود تاف نسل 12 خب حالا مثل اینکه تاف دش نسل 12 هم چیز خوبیه حالا اونم باید بیاد بررسی کنیم ببینیم چجوریه من هنوز تایید نکردم بعد بررسی کنم بعد بگم مثلا بعد G733 بررسی کردم واقعا حرف نداشت یعنی هر لپتاپی که بخوای بگی اگر که لپتاپ یوغور و گنده و نمیدونم سنگین وزنی باشه لپتاپ خوبیه لپتاپی که توانو میده اگر لپتاپ نازکی مثل زفیروس M16 باشه وزنش کم باشه قطعا توانشو نمیده دیگه حالا با خودتونه میخواید اگر زفیروس M16 ازتون لپتاپ خوبیه که ارزش خرید داره بخرید سر همین هم مثلا ایسوس میاد راگ فلو X16 میده نمیتونه روش اینتل بذاره چون اینتل اصلا با اون بدنه سازگار نیست نسل 12 اینتل واسه G733 واسه اسکار واسه استریکس واسه زفیروس نیست به نظر من و خب همچنین قضیه هم وجود داره حالا واسه فلو نیست اگر که حالا خواستین لپتاپ بخرین اگر سوالی داشتین همین پایین کامنت کنید یا بیاید توی گروه بینش و کامنت ما هستیم ادمینای گروه هستن جوابتون رو میدن و ممنون که منو دیدین نظری داشتین حتما کامنت کنید دمتون گرم شب عروسی دیزنی اسپرز و فام اسپری و سلنا گومز و یه سری بازیگرای دیگه و فلان اینا همه اونجا بودن بعد یک سوالی کندن اینه که آیا اینا همه با هم اینو خوندن که یه نفس بیش در فاصلمون نیست سوالی خیلی جدی داره این واقعا اینو پرسیدن اینو خوندن